سلام و عرض درود خدمت بینندگان عزیز برنامه تلویزیون ایران من. گفتار امشبمون رو در ارتباط با وقایع هفته اخیر به سری اعدام‌هایی که در تهران روز یکشنبه گذشته اتفاق افتاد اختصاص میدم و به نگاهی به در واقع وقایعی که در این جریان نقش داشته و کسانی که به هر حال به وسیله جمهوری اسلامی ایران به بهانه دست داشتن در یک سری بمب‌گذاری‌ها به اعدام محکوم شده بودند در دو سه سال گذشته و بالاخره همه اینها رو در همین یک شنبه پیش در زندان اوین به چوبه دار آویختند. در بین این پنج نفر یک نفر آموزگار هنرستان و دبیر در واقع اشاعری هست از کردستان به نام آقای کمانگر. جریان یک دستگیری در تهران، دو نفر رو مأمورین اطلاعات جمهوری اسلامی بازداشت میکنن و در خونه در واقع شخصی یکی از این افراد آقای کمانگر در تعطیلات تابستانی که به تهران رفته بوده اقامت داشته و او رو هم به همون اتهامی که به اون دو نفر داده بودند بازداشت میکنن. بعد متوجه میشن که آقای کمانگر دبیر دبیرستانه و در منزل خودش در کردستان هم میریزن و جزء اموالی که داشته، کتاب شعر و دفتر در واقع ادبی داشته که مینوشته و جزء فعالین اتحادیه آموزگاران استان کردستان بوده، به همین دلایل بیشتر با او به قول معروف درگیر میشن و در همون دادگاه اول بهش حکم اعدام میدن و این حکم رو با وجودی که بارها به وکیلش گفته بودن که در حال بررسی هستن برای تجدید نظر و به خودش هم حتی گفته بودن که به زودی آزاد خواهی شد، در روز یکشنبه گذشته حکم رو اجرا کردند و متاسفانه این معلم محبوب کودکان کردستان رو به اعدام سپردند و مایه تأسف هست. اتحادیه بین المللی آموزگاران جهان به نام Education International در اروپا که بیش از 30,000 عضو داره از کشورهای مختلف، آقای فرزاد کمانگر رو به عنوان عضو پذیرفته بوده و در یک بیانیه‌ای که در همین هفته منتشر کرد ضمن در واقع عرض تسلیت به خانواده او و سایر معلمان ایرانی عضو اتحادیه آموزگاران این اتفاق رو به شدت محکوم کرد. در بین افرادی که در واقع جزء اعدام شدگان هستند خانمی هم هست به نام خانم شیرین علم‌قلی که ظاهرا در تهران دستگیر شده به اتهام بمب‌گذاری در یکی از پادگان‌های نظامی در تهران. البته خانم علم‌قلی بعد از دستگیری خودش این اتهام رو تکذیب کرده، بارها هم تکذیب کرده و اتفاقا در زندان کسانی که با او هم زندان بودند، زنان دیگری که در اون سلول‌های شماره 209 زندان اوین با او هم زندان هستند، بسیار از روحیه شاد و جوانی که او داشت صحبت کردند و مطلب نوشتند و این هم باعث تأثیر و تأسف شدید شده که یک خانم واقعا بیگناهی رو جزء این اعدام شده ها قرار دادند. سایر کسانی که اعدام شدند آقای فرهاد وکیلی، آقای علی مرادیان و آقای محمد اسلامی است که یکیشون آقای اسلامی در واقع در شیراز متهم هست که به برادرش که او هم سال گذشته اعدام شده کمک نقدی کرده. داستان به این شکل است که برادر ایشون محاکمه شده و اعدام شده به خاطر دست داشتن در بمب‌گذاری در حسینیه در شیراز و این آقای مهدی اسلامیان رو به این دلیل که گفتن در اختیار برادرش کمک مالی قرار داده و کمک کرده به در واقع فرار موقتش از شیراز، این برادر رو هم به همون جرمی که برادر دیگه داشته محکوم به اعدام کردن و
او رو به در واقع چوبه دار سپردند. دیگری آقای فرهاد وکیلی رو هم جمهوری اسلامی ایران هیچ نوع دلیل مشخصی در ارتباط با خود شخص نداده و فقط گفتن که چون برادرش در سلیمانیه عراق با گروه پژاک همکاری میکنه، بنابراین این برادر رو در ایران به همین دلیل اعدام میکنند. در مجموع شک و تردید بسیار زیادی در سراسر دنیا به وجود آمده و سازمان‌های حقوق بشری دنیا این اعدام‌ها رو به عنوان اعدام‌های سیاسی محکوم کردند. در خود ایران هم آقای میرحسین موسوی در بیانیه‌ای در واقع تذکر داده که این اعدام‌ها به احتمال بسیار زیاد به خاطر این اتفاق افتاده که زهر چشمی بگیرن در آستانه سالگرد انتخابات مخدوش اردیبهشت ماه سال گذشته و خواستن به این شکل تعدادی رو در واقع اعدام بکنن، شاید که از حرکت اعتراضی مردم جلوگیری بشه. در شهر خود ما پورتلند هم امروز قرار هست که راهپیمایی در واقع مرکز شهر در پنج اسکوئر برگزار بشه که اون رو هموطنان کرد ما در پورتلند ارگانایز کردند و دوستان دیگه هم در شرکت میکنن. به هر حال این واقعا باعث تأسف و تأثر هست که 5 نفر از جوانان مملکت رو به این شکل و به این سادگی اعدام کردند و هیچ دلیل قضایی و حقوقی برای اعدامشون ارائه نکردند. حتی وکیلشون رو هم مورد آزار و اذیت قرار دادن و وکیل رو هم مطلع نکردن از اجرای حکم.